ما از روز 30 دی ماه 57 چه خاطری داریم؟ در آن روز آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای حکومت شاه آزاد شدند. آنها نماینده‌ای داشتند که آخرین بازمانده از مرکزیت سازمان پیشتاز مجاهدین خلق ایران بود. او آن شب در پرتو نورافکنی بر فراز دیوار زندان قصر برای مردمی که در شوق دیدن فرزندان در زنجیر خیش می‌سوختند سخن گفت. شب سرد 30 دی ماه سال 57 که با شور شعله‌ور مردم مشتاق گرم شد. آن روزها اما نام کسی بر موج شهرت نشسته بود که 12 روز پس از 30 دی ماه قدم به خاک ایران گذاشت. کاش خاک خونین ایران هرگز به لوس قدم‌های او آلوده نمی‌شد. این حرف امروز اکثریت مردم ایران است. از همان روز نخست ایران صحنه رویارویی دو اندیشه بود، دو جریان، دو نام، یک سو انقلاب و یک سو ارتجاع. راستی مسعود در خمینی چه می دید و برای دفاع از آزادی مردم با چه موانعی روبرو بود؟ خمینی در نظر مردم چه چهره ای داشت؟ این حاکمیت تازه از راه رسیده چه می خواست؟ ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشغال وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب و اون حزب الله. واقعا از لحظه‌ای که وارد ایران شد سرکوب و حذف آزادی‌ها را شروع کرد به اشکال مختلف. ابزار منحوسش برای این کار دستگاه چماغداری بود، باندهای سیاه چماغدار که اون موقع همشون سرمنشأشون طبق اطلاعاتی که ما منتشر می‌کردیم به حزب منحوس جمهوری اسلامی بهشتی برمیگشت. یک حاکمیت جدید که با برخورداری از اعتماد مذهبی میتوانست با یک اشاره دست همه چیز را به عقب برگردد. هنوز 1 ماه از انقلاب نگذشته خمینی سرکوب زنان را آغاز کرد. چماغداران با نام امام به مراکز مطبوعات هجوم بردند. یک بهار واقعی در ایران رخ داده بود. بهار انقلاب، بهار آزادی. اما بهاری مه گرفته. بهاری همراه با غباری از فریب و دجالگری و نیرنگ توسط چهره‌ای به نام خمینی. بسیاری از مسائل به سرعت مطرح می‌شدند.
هر کدوم از اونها جواب خودشونو میخواستند، جهتگیری خودشونو میخواستند. نیروهای آزاد شده انقلاب با انگیزه ها و خواست های انقلابی، ولی جهتگیری و پاسخ های درست خودشونو طلب میکردند. پاسخ چیست؟ به خصوص پاسخ اسلام انقلابی چیست؟ به خصوص پاسخ اسلام دموکراتیک چیست؟ پاسخ مجاهدین به عنوان نیروی سازمان یافته مسلمان و انقلابی و جنگنده در برابر دیکتاتوری چیست؟ تصمیمات مجاهدین البته به صورت جمعی اتخاذ می شد، اما هدایت سازمان برای یک تصمیم گیری درست تاریخی بر عهده رهبر این مقاومت بود. دشواری وظیفه را او به دوش می کشید. دفاع از آزادی پوشش برای زنان، دفاع از آزادی اندیشه برای مارکسیست ها و همه ادیان غیر حاکم، دفاع از کردستان سرکوب شده. که تجمع امروز ما اساساً یادآوری و تذکار فلسفه انقلاب یعنی آزادی است. و کیست که نداند فلسفه هر انقلاب راستین در هر کجای جهان و به ویژه انقلابی که تحت رایت اسلام برانگیخته می شود در یک کلام باز هم آزادی است. خمینی بارها و با شیوه های مختلف به مجاهدین پیام داد که امامت من را قبول کنید تا شما را از همه چیز برخوردار سازم. در اینجا هم پاسخ مسعود به خمینی خیلی روشن بود: هیهات من نزله. هرگز از آزادی، از اصول، از دفاع از حقوق تمام خلق با تمام تنوعاتش کوتاه نمی آییم و بر سرش سازشی نداریم و بر سرش اهل معامله نیستیم. از آن طرف او مسئولانه و با کوشش بسیار همه راه‌های اصلاح احتمالی نظام را از روش‌های مسالمت‌آمیز طی کرد و این قیمت کمی نداشت. هزارها هوادار مجروح و مصدوم و 50 شهید. مگر نمی‌بینین که چطور طرفداران ما رو سر می‌برند در نظام جمهوری اسلامی؟ پس چرا سکوت می‌شکردین؟ مگر گناه ما چیست ای کسانی که گوش دارین؟ مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟ بسیاری به یاد دارند در 25 خرداد 60 خمینی تهدید به سرکوب شدید کرد. جبهه ملی تظاهرات اعلام شده را منتفی کرد. نهضت آزادی شایعه دعوت به راهپیمایی را تکذیب کرد و اعتقاد خود را به لایحه ضد انسانی قصاص اعلام نمود. خمینی تصمیم به یک پایه کردن رژیمش گرفت. اکنون مسعود در برابر انتخابی دشوار قرار گرفته بود. ماه خرداد سال 1160 ماهی بود که ابرهای سرکوب، ابرهای سنگین اختناق به سرعت سراسر جامعه رو می پوشوند. باندهای تا
تبهکار ارتجاعی چماغدار و کمیته ها و سپاه پاسداران تازه شکل گرفته، اینها در تمام شهرها و به خصوص در تهران متفرق بودند و تلاش میکردند با به وجود آوردن جو رعب و وحشت در سکوت آخرین ذرات آزادی رو حذف کنند و آزادی رو بکشند و اجازه ندن که مردم و تاریخ متوجه بشن که آخوندها و خمینی چه جنایتی میکنه. خب یا باید تسلیم میشدیم و مثل بقیه آلوده میشدیم و به ذلت تن میدادیم، و یا که باید تسلیم میگرفتیم و میایستادیم. ما با فرضیه عاشورایی شروع کردیم با الهام از سید الشهدا. یمن، سوریه، تونس، همه در بهارهایشان یک کمبود دردانگیز دارند. جایگزین آینده کیست؟ اپوزیسیون متحد نیست. اما بهار ایران با یک دولت ائتلافی آماده، متحد و یک دل آذین شده. یک جایگزین سیاسی با برنامه‌ای مشخص. در آن سالهای ابتدایی هیچ کس سخن مشترکی نداشت. اعتماد بیشترین ضربه ها را خورده بود و نیروهای سیاسی همه در شرف ضربه خوردن و رها کردن امیدهایشان بودند. او محور اعتماد نیروها شد. آن روزها تفرق کامل بر نیروهای مترقی جامعه ایران حاکم بود. سازمان خودش هم هدف تهاجم سنگین نیروهای دیکتاتوری قرار گرفته بود. یک ائتلاف از نیروهای سیاسی انقلابی و ترقی خواه علیه ارتجاع ضروری بود. این ائتلاف میبایست در عین اینکه نیروهای مختلف هستند، در عین اختلافات واضح بینشون از لحاظ عقاید ایدئولوژیکی یا گرایش های سیاسی، میبایست وحدت خودشون رو حفظ کنند. این معادله بغرنجی بود که در جامعه ایران و در برابر استبداد دینی میبایست حل و فصل میشد. یک پاسخ داشت: دموکراتیسم انقلابی، پرداخت قیمت برای وحدت. برای تأسیس و اعلام تشکیل شورای ملی مقاومت باید یک پرواز پرخطر را به جان می خرید. در هنگام تصمیم گیری برای آن عملیات پرواز، هیچ کس نمی توانست برای چنان خطرپذیری بزرگی تصمیم بگیرد. اما باید به خاطر مردم و میهنش همه خطرهای احتمالی را میپذیرفت.
و پذیرفت. عملیات پرواز از قلب پایگاه شکاری تهران صورت گرفت، عملیاتی که در هر لحظه آن امکان دستگیری و بعد امکان هدف قرار گرفتن هواپیمایش وجود داشت. او برای اعتلاء مقاومت این کار را انجام داد. واقعا برای این نسل و برای این مردم که هیچ یار و یاوری هم نبود، سیاست‌های خارجی هم که تکلیفشون روشن بود، بنابراین برای مسعود که می‌دانست و اعتقاد داشت در نهایت این خود ما هستیم، این توانمندی‌های این نسل و این خلقه که باید وارد صحنه بشه، تنها راه این بود که همونطوری که بارها گفته بود از دست و توان خودمون برای حل مسائل خودمون استفاده می‌کرد. پس قبل از هر چیز باید طاق فدا رو در سازمان مجاهدین بالاتر و بالا بلندتر می‌کرد و به این ترتیب از خودش الگویی ساخت برای این نسل که درس فدا کردن و فدا کردن و فدا کردن و باز هم فداکاری بیشتر کردن رو بیاموزند. در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکم‌تر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه مطهرتر. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم و خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. او بر یک پله بالاتر در نفی استثمار گام گذاشت، از نفی استثمار طبقاتی به نفی استثمار جنسی. او برای گام گذاشتن زنان به بالاترین سطح رهبری راه گشود. او حق زنانی را که پا به میدان مبارزه اجتماعی گذاشته بودند به رسمیت شناخت و مسیرشان را هموار کرد. انقلابیون همیشه برای فدا و مرگ سرخ آمادگی دارند، اما او از این فراتر رفت. او به نجات مردم از جنگ خانمان سوز اندیشید. بنابراین برای توقف جنگی که مردم و شهرها را می‌بلعید از هیچ اتهامی نهراسید. First of all is a cover for the internal war to attract, to deviate the attention of the people from the internal war, and this gives him the opportunity to oppose the legitimate demands of the people. آتش جنگ همه ایران را می‌سوخت. نعره جنگ، جنگ خمینی و ایادی حکومتش گوش‌ها را کر کرده بود. مردم جنگ نمی‌خواستند. طرف مقابل جنگ از خاک ایران خارج شده بود، اما تبلیغات حکومت همه را ترسانده بود که بگویند این جنگ ضد میهنی است. برعکس، احزاب، خائنان تسلیم طلب، پاسداران جنایتکار را سربازان میهن و هر کس مخالفت می‌کرد را ستون پنجم و خائن می‌نامیدند. مسعود کسی نبود که بنشینه و ببینه که خمینی جلاد و دجال جوانان ما، خانواده های ما، دار و ندار ما رو، میهن عزیزمون ایران رو در تا
تنور جنگ تحت عنوان اسلام و مبارزه و جنگ با دشمن مردم ایران و عراق و غیر و ذلک به آتش بکشه و اون آروم بنشینه و کاری نکنه. فرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فی الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آنجا که خمینی و همدستان خارجیش برای اخراج او از فرانسه و دستگیری او توطئه چیدند، آنجا که تصمیم گرفتن برای پذیرش خطرها سخت و دشوار بود، او با پذیرش همه خطرها برای خودش برای پرواز به عراق تصمیم گرفت و از دامهای دشمن پرکشید. او برای میهنش ارتشی از فرزندان آزاده ایران تشکیل داد، ارتشی که ایران و رهبران مبارزات آزادی خواهانش تا آن زمان از آن محروم بودند. مجاهدین در عراق مستقر بودند ولی روشن کرده بودند برای تمامی طرفها که ورودی در این جنگ ندارند، مطلقاً بی‌طرف هستند و برکنار هستند از این جنگ. یک راهگشایی دیگه، یک موضع‌گیری انقلابی دیگه ضرورت داشت. مقابله به مثل نکردن، دشمن اصلی رو فراموش نکردن، تمرکز روی آخوندهای ارتجاعی و درگیر نشدن و واکنش نشون ندادن آنچنان که مطلوب آخوندها بود، رهنمودها و هدایت انقلابی مسعود اشرف رو، اشرفی ها رو، مجاهدین رو، کل مقاومت مردم ایران رو از چنین آزمایش بزرگی عبور داد. و سرانجام ارتش او بود که تنور جنگ را بست. خمینی در 27 تیر ماه 67 اجرای قطعنامه 598 شورای امنیت را رسما پذیرفت. در بهار 82 ارتشی که او بنیان گذاشت در میانه یک بحران که ربطی به او نداشت قرار گرفت. لحظه یک تصمیم گیری عظیم